دوستان سلام عرض میکنم، مطابق معمول هر هفته در خدمت شما عزیزان هستم. یه صحبتهایی را آغاز میکنیم و امیدوارم که با پرسش ها و به هر حال گفتگوی تعاملی که با همدیگه داریم بتونیم در ارتباط با مسائل حقوق بشر در این هفته ما دار صحبت بکنیم. خب میدونید که ما در فاصله هفته گذشته تا امروز روز جهانی حقوق بشر رو داشتیم، میدونید به مناسبت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هست در سال 1948، در سومین دوره در واقع مجمع عمومی سازمان ملل که این سند بعد از کار چند ساله عملا تصویب میشه و امروز به بیش از 500 دقیقا 530 زبان ترجمه شده. سندی هستش که از سال 1999 به بعد به بیشترین زبانهای جهان ترجمه شده و به این هدف که همه مردم جهان از حقوق خودشون، حقوق مسجل خودشون برخوردار بشن، آشنا بشن و برخوردار سعی کنن بشن، هرچند که خب حکومت‌های قدردار در بسیاری از جاهای دنیا هستند که خب مانع رسیدن افراد به حقوق خودشون میشه. این یک موضوع که خب به هر حال شاهدش بودیم. موضوع دیگه در کشورمون خب شاهد اعتراضات معلمین بودیم در سطح گسترده، در نزدیک 100 شهر تظاهرات گسترده‌ای بود. در بعضی جاها خب برخورد کردن نیروهای سرکوبگر، ولی عمدتاً تونستن حرکت صنفی خودشون رو داشته باشن. در رابطه با موضوع رتبه بندی که از مهمترین موضوعات معلمان هست، حالا باید ببینیم که در خلال روزهای آتی چه برنامه‌ای رو متعاقباً خواهند داشت. یکی از مهمترین مسائلی هستش که در داخل کشورمون مطرحه. مسئله دیگر که شاید همه توجه کرده باشید، سال روز اعدام خودسرانه و فراغذایی روح الله زم بود و بر مزار او هم بسیاری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر حضور داشتند، از جمله خانواده او و خب پدر او در این مراسم لباس روحانیت رو کنار گذاشت که به هر حال در اعتراض هست بر آنچه بر فرزند او رفته است، روبودن او، فریب او و انتقال او به کشور تحت فشار قرار دادن به مدت طولانی 14 ماه میشه گفت به یه معنی 14 ماه تحت شکنجه بود و نهایتاً با فریق در ساعت آخر، تا ساعت آخر هم به هر حال اطلاع نداشتش که اعدام او رو در نظر دارن و نهایتاً او رو میشه گفتش که در این ارتباط هم غیر قانونی اعدام کردن. دو دیگر، حالا وقتی صحبت کردیم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، معمولاً در روزهای آخر سال روزهایی هستش که مجمع عمومی بررسی میکنه اقدامات کمیته های خودش رو و یکی از کمیته هایی که فعالیت داره در سازمان ملل در مجمع عمومی، کمیته سوم مجمع عمومی هستش که مسائل حقوق بشری و مسائل بشر دوستانه رو در دستور داره. میدونید که قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در ایران در هفته های پیش در این کمیته بررسی شد و تصویب شد و انتظار میره که پس فردا روز پنجشنبه علل قاعده در صحن مجمع عمومی هم دوباره این قطعنامه به رأی گذاشته بشه و قاعدتا با حدودا همون رأیی که در کمیته سوم تصویب شد در مجمع عمومی هم این قطعنامه تصویب خواهد شد. دیگر موضوع خب ناپدید شدگی آقای جواد لعل محمدی از امضا کنندگان بیانیه‌های موسوم به بیانیه‌های
14 نفره که در این بیانیه ها همونجوری که میدونید در ابتدا استعفای آقای خامنه ای رو خواسته بودن و بعد از اون نه به جمهوری اسلامی رو ترک کردن و خواهان رفراندوم برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت دیگری شدن. خب میدونید که تعدادی از افراد امضا کننده این بیانیه در زندان هستند و خب وضعیت آقای لعل محمدی به هیچ وجه مشخص نیست و او رو میشه گفت به یه معنی باید ناپدید شده تلقی کرد. و در این رابطه دوستانی متنی رو تهیه کردن که اگر اعضای محترم این گروه تلگرامی هم مایل هستن لطف بکنن امضای خودشون رو بیفزایند. از دیروز جمع‌آوری امضا آغاز شده و دوستانی در این رابطه فعالتر بودند و امیدوارم که با فعالیت هرچی بیشتر بشه امضاهای بیشتری رو جمع کرد تا زمانی که امکان انتشارش باشه. دوستانی که مایل هستن اعلامیه مربوط به این مسئله رو امضا کنن لطف کنن تماس بگیرن تا بشه در این رابطه اقدام کرد. موضوعات دیگه حقوق بشری که خب میتونه مطرح باشه، یکی موضوعات مربوط به حالا کمابی هست که کماکان ادامه داره، علاوه بر اون حالا بیشتر در حوزه مناطقی که از رشته کوه زاگرس رودهای از چشمه ها گرفته تا رودهای وجود دارن، آب ناشی از بارندگی های این منطقه به سرازیر میشه در شرق و غرب این رشته کوه کماکان مسئله هست. و خب علاوه بر اون در تمام شهرهای کشور شاهد هستیم که به خاطر مسائل مربوط به تحریم ها و شرایط معینی حکمرانی نامطلوبی که در جامعه هست، مصرف مازوت با گوگرد بسیار زیاد، یعنی 3.5% که 7 برابر بیشتر از سوختی است که مجاز هست که در کشتی هایی که در اقیانوس ها تردد دارند در نیروگاه های نزدیک به شهرهای بزرگ ایران سوخته میشه برای تولید برق در نبود گاز کافی. و خب از جمله آقای فریدون عباسی صحبت کرده که اگه این کار رو نکنیم در مقابلش خاموشی رو خواهیم داشت و این خاموشی مناسب نیست و مردم باید یا خاموشی رو تحمل بکنن و یا هوای بسیار آلوده رو. خب من متنی رو که تورج عزیز گفتن در اینجا میذارم، ولی هنوز خب حتما میدونید که برای انتشار نیست. تا سوالات بیاد من موضوع مربوط به سویه جدید اومیکرونم بد نیستش که مطرح بکنم. میدونید که خب در خلال چند هفته اخیر 2-3 هفته بیشتر نمیگذره که این سویه جدید مطرح شده، ولی که میزان انتشار اون فوق العاده بالا بوده در این مدت. ما در 2 هفته پیش در این روز با انتشار اون به تعداد یا به شناخته شدن این سویه در نزد حدود 200 بیمار مواجه بودیم. الان این رقم بیش از 8000 و نشون میده که ظرف 2 هفته در سطح جهان 40 برابر شده و نه تنها در سطح جهان 40 برابر شده، در جاهایی که این ویروس در کشورهایی که در حال گسترش هستم با همین حدود در حال گسترش هست، یعنی هر 2-3 روز شاید بشه گفت 2 برابر داره میشه. و خب با توجه به اینکه کشورهای اطراف ایران هم مبتلا به این وضعیت شدند، یعنی ما میبینیم که در
مواردی از اون در ترکیه، پاکستان، کویت، عمان، امارات عربی متحده و عربستان که عربستان سعودی که بسیار نزدیک به ایران هستند دیده شده و از اونجایی که توالیابی در ایران هم کم هست، احتمال اینکه در میان کسانی که به تازگی مبتلا میشن به بیماری کووید از این سویه باشن به هیچ وجه کم نیست و احتمالاً در خلال روزهای آتی با این مواجه خواهیم شد و خب اگر با همین سرعت گسترش پیدا بکنه شاهد گسترش شدید اون موج جدید یا پیک جدید، اوج جدید در کشور خودمون خواهیم بود. در رابطه با اینکه امضا رو چگونه میشه ارسال کرد، شاید خود شما تورج جان دوستشون از گردانندگان این اتاق باشید، در جاهایی که فکر میکنید دوستانی هستن که میتونن امضا خودشون رو بیافزاین، شما اگه لطف کنید به آن دوستان مراجعه بکنید از طریق امکانات خودتون بسیار مناسب هست و امیدوارم که بشه امضای هرچی بیشتری رو داشت. قاعدتا باید اینجا پاسخ شما رو میدادم، در پیام صوتی قبلی دادم، امیدوارم که شما بتونید این امضاها رو جمع بکنید و لطف کنید بعد از جمع کردن از طریق امکاناتی که دارید میلینگ لیستای دوستانی که در این رابطه علاقه دارن به امضا و برای گروه های مشخصی که هست قبل از انتشار لطف کنید امضا رو جمع کنید و از جمله میتونید به من بسپارید و من بتونم به دوستانی که تهیه کننده این متن هستن ارسال کنم. شده ایده معتقدن حقوق بشر ابزاری است در دست قدرت‌های بزرگ جهان برای به بردگی کشیدن کشورهای کوچکتر. نظر شما در این رابطه چیست؟ به هر حال حقوق بشر همین اعلامیه که هست، همونجور که عرض کردم، در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده. سازمان ملل، حالا درسته که اسمش سازمان ملله، به یه معنی سازمان دوله، یعنی دولت‌ها هستن که اونها اونجا نمایندگی خودشون رو دارن. فقط خب باید امیدوار بود و باید تلاش کرد که دول هرچه بیشتر نماینده ملل بشن. یعنی اگر در یک سیستم دموکراتیک در کشورهای مختلف باشه، بنابراین میتونن دولت‌ها نماینده مردم خودشون باشن و خب در کشورهای مختلف به درجات این نمایندگی احراز شده است یا احراز نشده. خب کشورهایی هستن مثلا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران که اونجا حضور دارن، خب نماینده ملت ایران نیستن، برای اینکه خب حالا در یه ساختار خاصی هستش که این ساختار به جای دموکراتیک نیست و حالا مثلا دولتی هم که انتخاب میشه از دل یک انتخابات آزاد و منصفانه برآمد نداره، بنابراین ما با چنین پدیده مواجه هستیم. فقط خوب میشه امیدوار بود که در سالهای آتی، شاید ده ها سال آتی، بتونن دولت ها نماینده ملت ها باشن، که در این صورت به هر حال بیشتر میشه از سازمان حالا ملل صحبت کرد. ولی خب مسلمه که وقتی این کشورها حالا اگه نماینده ملت ها هم باشن، تا وقتی که ما به اصطلاح یک پارلمان جهانی نداریم، طبیعیه که خب کشورهایی که بزرگتر هستند و قدرت بیشتری دارن، خب بیشتر هم میتونن تاثیرگذار باشن و خب میدونید که خب حالا کشورهایی که حداقل در سازمان ملل دارای حق وتو هستن، بنابراین در شورای امنیتش دارای حق وتو هستن، بنابراین در ساختار سازمان ملل هم به حقوق ویژه یا حقوق بیشتر دارن. ولیکن حالا حداقل شورای حقوق بشر چنین نیست و از جمله مثلا فرض کن در چند سال اخیر مثلا روسیه که یکی از کشورهای دارای حق وتو هست، با وجود این انتخاب نشد در شورای حقوق بشر و مثلا باز چین که انتخاب شد امسال مثلا به طور مشخص آرای کمی آورد، یعنی کمتری رو آورد، بنابراین حالا درسته که خب اون انتخاب شد و مثلا عربستان سعودی که وضعیت حقوق بشر بدی داره انتخاب نشد، ولی که با
به هر حال در این انتخابات، یعنی وقتی مجمع عمومی انتخاب میکنه شورای حقوق بشر، ممکنه که بعضی از کشورهای دارای حق وتو هم انتخاب نشوند. این پدیده به این شکل وجود داره. بنابراین ما خب راه درازی داریم در این رابطه که حالا حداقل کشورهایی که دارای قدرت جهانی به حساب میشن و این پنج کشور که از حق وتو برخوردار هستن، نفوذشون در چارچوب حالا سازمان ملل یا در سطح جهان کاهش پیدا کنه و دولت‌هایی که حداقل این حق وتو رو ندارن بتوانند حق بیشتری داشته باشند در این سازمان‌های بین‌المللی. بنابراین حقوق بشر هم خب مثلا در مجمع عمومی یا در شورای حقوق بشر که بررسی میشه، نهایتاً و قطعنامه‌های مختلفی که بررسی میشه حتما رأی‌هاشون رو نگاه میکنه، رأی‌ها متفاوت هست و تا حد زیادی منعکس کننده واقعیت موجود 193 عضو سازمان ملل و 2 عضو ناظرش هست. خب میبینیم که مثلا حالا کشورهای غربی که ممکنه که در مورد حقوق مدنی و سیاسی بیشتر تمایل و علاقه نشون داده باشن که کشورهای جهان این حقوق رو تا حدی رعایت بکنن، میبینیم که اونا از در خیلی از موارد قطعنامه ها مطابق میل اونا تصویب نمیشه و اونا در مجموع شد 1/3 کشورهای جهان باشن. و از اون طرف هم قطعنامه هایی که حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو مطرح میکنه و خیلی از کشورهای حالا جهان سوم به اونها رأی میدن، باعث میشه که خب در اون راستای مقدار جهان مجبور بشه که حرکت بکنه. بنابراین امکانات معینی در ارتباط با این حقوق حداقل وجود داره در سازمان ملل متحد. آیا حقوق بشر ثمره حکومت آمریکاست یا دستاورد بشری؟ خب حقوق بشر، اعلامیه جهانی حالا حقوق بشر رو که راجبش صحبت کنیم، به هر حال حاصل تمام تلاش‌ها از استوانه کوروش هست تا در واقع کوشش هایی که در انگلستان در دوران فئودالیسم بود، کوشش شد به نام در واقع چارتا مگنا یا کارتا مگنا و نهایتاً تلاشی در آمریکا در همون حدود زمان استقلال انجام شد، منشور حقوق بشر در آمریکا و بعد در فرانسه همزمان حدودا با انقلاب فرانسه که اعلامیه حقوق بشر و شهروندی در واقع تصویب شد و نهایتا از دل همه اینها اعلامیه جهانی حقوق بشر در همون سال 1948 بعد از کوشش چند ساله تصویب شد. کسانی که در تدوین اون شرکت داشتن از کشورهای مختلف بودند و به هر حال بنابراین محصول آمریکا نیست. درسته که خانم روزولت، همسر فرانکلین روزولت، نقش داشت در این ارتباط، ولیکن او تمام امکانات رو در اون رابطه نداشت و این حاصل تلاش میشه گفت همون سازمان ملل در بعد از جنگ و در خود متن هم این موضوع روشن هست. حالا هرچند که در سابقه به هر حال نقش داشته ایالات متحده در تدوین موازین حقوق بشری، ولی که خب میبینیم که همه کشورها از جمله آمریکا و خب دولتش موارد شدید نقض حقوق بشر رو داره، فقط همه کشورها به تناسب نقض حقوق بشر میکنن. کشورهای اسکاندیناوی شاید بگیم که از نظر شاخصهای حقوق بشری بهترین وضعیت رو شاید تو دنیا داشته باشن، ولی هم خود اونها صحبت از این میکنن که کامل نیستن و نقض حقوق بشر در کشورهای اونها
صورت میگیره و همینجور خب ما مواردی رو دیدیم داریم میبینیم و حتی برخورد کردیم در شورای حقوق بشر نسبت به موارد نقض حقوق بشر در این کشورها. مثلا خود ما در رابطه با دولت نروژ که یکی از دولت‌هایی هستش که بهترین شاخص‌های حقوق بشر رو داره، در ارتباط با دیپورت یک ایرانی به ایران اعتراض کردیم و چند سال پیش، و به هر حال یعنی هیچ اون کشورها هم قطعا امکاناتی فراهم میشه که موارد نقض حقوق بشرش رو مطرح بکنه. بنابراین آمریکا خب با جنگ‌های متعدد، با داشتن گوانتانامو، با سیستم‌های مربوط به پهباد، اینها مواردی هستش که به شدت بودن مجازات اعدام کماکان در اون و مسائل مربوط به که خیلی از کنوانسیون‌ها رو تصویب هنوز نکرده، مثلا در ارتباط با کنوانسیون حقوق کودک، حقوق رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و بسیار از مسائل، میبینیم که خب نقض حقوق بشر در این کشور هم کم به هیچ وجه نیست. سوال شده که شورای حقوق بشر سازمان ملل تا کنون تا چه اندازه توانسته در رابطه با حقوق بشر در ایران مؤثر باشه؟ خب شاید بارها صحبت کردیم که میدونید در شورای حقوق بشر و همینجور مجمع عمومی کمتر کشوری هستش که برای اون قطعنامه به طور ویژه قطعنامه کشوری صادر بشه. معمولا قطعنامه هایی که در مجمع عمومی به طور شورای حقوق بشر هست در رابطه با موضوعات مختلف و عام هست، ولی کشورهایی هستن که نقض حقوق بشر در اونها آنچنان شدید هست، مثل جمهوری اسلامی ایران، که در رابطه با اونها قطعنامه صادر میشه و علاوه بر اون گزارشگر ویژه دارن. یعنی ما جمهوری اسلامی که آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه‌ش هست، از معدود کشورهایی هستش که گزارشگر ویژه داره. یعنی دو نوع کشور گزارشگر ویژه دارن، یکی کشورهایی که نقض حقوق بشر در اونها آنچنان فاحش هست، گسترده هست و سیستماتیزه هست که عملا جامعه جهانی احساس میکنه که این کشورها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرن و گزارشگر ویژه برای اونها تعیین میکنه، و یا اینکه آنچنان نظامشون از هم گسیخته است که بازم برای اینکه ظرفیت سازی بشه و بتونه حقوق بشر در اونجا تا حدی تأمین بشه و به هر حال از امنیتی برقرار بشه، از جنگ جلوگیری بشه، در اونجاها هم هستش که گزارشگر ویژه کشوری ایجاد میشه، مثلا کامبوج، مثل حالا سودان، مثل الان حالا افغانستان و غیره و غیره. اینها شرایطی هستش که یک کشور گزارشگر ویژه خواهد داشت. بنابراین این اقدامات یکی است. خب مجموع کار این نهادها خب تأثیر معین داره، اینکه ما میبینیم که در موارد مشخصی به تدریج در اثر حالا نه تنها شورای حقوق بشر بلکه مکانیزم های سازمان ملل مثل معاهده ها، مثل بررسی ادواری جهانی، یک مقدار مصوبات رو عملا کشورها سعی میکنن داشته باشن. خب این جزء دستاوردها هستش و اثرات مثبتی که میشه داشت. حالا مثلا در رابطه با کم شدن اعدام به خاطر همون ماده واحده ای که هست در سر فشار بین المللی، که خب نباید هر کسی رو بر مبنای اون ماده واحده مربوط به مواد مخدر اعدام کرد، خب اون مصوبه باعث شده و در سر فشار جهانی که یه مقدار کاهش پیدا کنه میزان اعدام ها. ولی ما در مورد جمهوری اسلامی میبینیم که در مقابل این، در کنار اینجور عقب نشینی ها، مثلا قسم لایحه‌ای در رابطه با مجازات بر ضد خشونت خانگی، یعنی به طور مشخص خشونت علیه زنان هست، مجموعه این تلاش هایی که جامعه بین الملل میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که دست به اقداماتی بزنه، از سوی دیگر یک سری نوآوری ها در جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر مدام صورت میگیره که خب دوباره باید
جامعه بین المللی، مدافعان حقوق بشر در داخل کشور، فعالان جامعه مدنی کوشش بکنن تا اونها رو خونسا بکنن. میشه گفتش که اگه با بعضی موقع با مسابقه فوتبال مقایسه میکنن، وقتی که خب یه گل دو گل میخوره، از اون طرف از یه جای دیگه که معلوم نیست خلاصه یه توپی رو میاره و یه گلی یه جای دیگه میزنه. متاسفانه ما با همچین شرایط مواجه هستیم و اگر که این کوشش ها نباشه قطعا وضعیت از اینی که هست به مراتب بدتر خواهد بود. خب صحبت از این شده که در حال حاضر در کشور افغانستان طالبان هر روز جنایتی رو مرتکب میشوند. در این رابطه اگر امکان دارد گزارش کوتاهی در رابطه با واکنش شورای حقوق بشر سازمان ملل بیان کنید. در مورد افغانستان خب میدونید دیگه وضعیت طوری شد که خب ارتش پوشالی افغانستان عملا وا داد و خب طالبان قدرت رو در دست گرفتن. حالا مجموعه تعاملات قبل از اون، نمیدونم فریب هایی که صورت گرفت اونها جای خود، ولی خب هیچ وقت انتظار نمی رفت. صحبت هایی هم که مقامات حداقل افغانستان و آمریکا قبلش داشتن انتظار نمی رفت که با این سرعت طالبان بتونن پیروز بشن. وقتی خب پیروز، یعنی نشون دادش که یکی از مکانیزم هایی که خب در سازمان ملل هم ممکنه طرح باشه. حالا درسته که جنگی که در افغانستان بود جنگ سازمان مللی نبود، یعنی سازمان ملل نبودش که مطابق مصوبه شورای امنیت در واقع جنگ در افغانستان در سال 2001 بر علیه طالبان صورت گرفته باشه، بلکه تصمیم بوش بود در این رابطه. ولی نشون داد که جنگ راه حل نیست و در خیلی از موارد باید راه حل های دیگری رو پیدا کنیم. در حال بعد از اینکه طالبان دوباره پیروز شدن، بعد از 20 سال به همون جای رسیدیم که 20 سال قبل بودیم، خب اولین قطعنامه رو شورای حقوق بشر با پیشنویسی که پاکستان تهیه کرده بود، پیشنویسی که خب پاکستان میدونیم که در رابطه خیلی نزدیکی با طالبان داشته و داره. حالا درسته که طالبان پاکستان اخیراً گفتن که با دولت اون کشور مشکل دارن، ولی واقعیت اینه که خب هم طالبان عمدتاً توسط دستگاه امنیتی و ارتش پاکستان ایجاد شده و همین که خب تو این دور هم به شدت تحت حمایت پاکستان طالبان تونستن قدرت رو به دست بگیرن و خب الان هم از بزرگترین حامیانش پاکستان. و اون قطعنامه مربوط به پاکستان رو، خب مربوط به افغانستان و پاکستان به شورای حقوق بشر ابتدا آورد و خب اون عملا تصویب شد که خب خیلی خیلی میشه گفتش که قطعنامه در یک اجلاس ویژه‌ای که در این رابطه بود قطعنامه ضعیفی بود، ولی نهایتا دوباره قطعنامه دیگه‌ای مطرح شد در ارتباط با افغانستان و حالا قرار هستش که گزارشگر ویژه افغانستان تعیین بشه و البته خب دشواری‌هایی که در مورد افغانستان هم خواهد بود مثل ایران خواهد بود، ولی که خب بودن گزارشگر ویژه میتونه که تأثیر معینی داشته باشه و وقایع افغانستان و نقض حقوق بشر در افغانستان رو از نزدیکتر حالا جامعه جهانی و شورای حقوق بشر تنظیم بکنه. قاعدتا در اجلاس بعدی که در ماه اسفند ماه خواهد بود گزارشگر ویژه افغانستان تعیین خواهد شد، اگر که اتفاق خاصی نیفته که لازم باشه زودتر از اون یک اجلاس ویژه دیگه شورای حقوق بشر تشکیل بده و زودتر دست به این اقدام بزنه. خب سوال شده که تحلیل من از تجمع معلمان و چشم‌انداز آن چیست. مهمترین مسئله اینه که خب معلمان تونستن تظاهرات مسالمت‌آمیز و اجتماع مسالمت‌آمیزی رو در تمام کشور داشته باشند که چند هزار تا چند ده هزار نفر در اون شرکت داشتن در شهرهای مختلف. این اگه ادامه پیدا بکنه این گونه اعتراضات پذیرفته بشه در جامعه که اجتماع مسالمت‌آمیز میتواند باشد، تجمعات مسالمت‌آمیز میتواند باشند و خواستهای خودشون رو مطرح بکنن، حالا اجالتا خواستهای صنفی ولی کن
طبیعیه که خب تأکیدی که در تمام این اجتماعات بود این بود که حرکت ما صنفیه و حتی به اونها تأکید کرده بودند که شعارها به هیچ وجه شعارهای صنفی فراتر نرود، ولی به هر حال اجتماعات صنفی هم میتونن آمادگی ایجاد بکنن برای اینکه اجتماعات مسالمت‌آمیز سیاسی هم بتونه برگزار بشه. باید عادت بشه در جامعه ما که میتوان مطالبه گر بود و اجتماع داشت برای در میدان حضور داشت برای این طرح این خواسته ها. اگر که صنوف مختلف جامعه، گروه های مختلف اجتماعی در کشور، عناصر جامعه مدنی در گروه های مختلف دست به این اقدام بزنن و بتوانن بزنن و ترفندهایی که سرکوبگران به کار میبرن خونسا بکنن، در این صورت خب کاملا میشه به این روند امیدوار بود و به هر حال بتونیم شاهد این باشیم که در تغییر و تحولات در روندی خشونت پرهیزانه بتونه پیش بره. ولی خب همونجور که عرض کردم در موارد معینی دیدیم که این تظاهرات رو سعی کردن که باش برخورد بکنن نیروهای سرکوب کرد، ولی خوشبختانه دستگیری صورت نگرفته و خب لطمات بیش از اون هم صورت نگرفته. البته خب روزهای پیش رو ملتهب هست، باید ببینیم که نسبت به خواست معلمان چگونه برخورد میکنه حکومت و خب اگر که رعایت نشه خواست اونها و توجهی بهش نشه قاعدتا خب این اعتراضات بالا میگیره و در بالا رفتن این اعتراضات باید ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی من به سهم خودم بسیار خوشبینم و چشمانداز من اینه که این اجتماعات گسترش خواهد یافت، برای اینکه مجموعه شرایطی که معلمان رو به اینجا کشونده، وضعیت معیشتی بسیار دشواری که دارن، به رغم تلاشی که میکنن برای اینکه از شریفترین اقشار جامعه ما هستن و از زحمت کشترین در اقشار جامعه ما هستن، در این وضعیت باید امیدوار بودش که به حقوقشون توجه بشه. ولی قطعا اگه توجه نشه، از اونجایی که دارای آگاهی بسیاری هم هستن، طبیعیه که کار خودشون رو پی میگیرن و به هر حال من به تداوم این حرکت بسیار امیدوارم. و خب طبیعیه که مثل خیلی در این موردم دیدیم که حداقل دانش آموزان سالهای بالا در واقع باید بگیم به اونها پیوستن و واقعیت اینه که پیوستن دانش آموزان حالا 16 سال به بالا به معلمانشون میتونه امیدبخش باشه که این فعالیت های در واقع صنفی مطالبه گر هرچی بیشتر ثمر بده. سوال شده که آیا جمهوری اسلامی ایران راه گریزی دارد یا به پایان خط یا به خط پایان نزدیک می شود؟ خب من هم البته سالها پیش اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی راه گریزی عملا نداره، به اصطلاح نه راه پیش و نه راه پس. راه پیش به این معنی که خب این روندی رو که ادامه داره بخواد بیشتر ادامه بده، یعنی سرکوب رو بخواهد بیشتر ادامه بده، بخواهد راه انزوایی که در جامعه بین المللی پیش گرفته بیشتر پیش بره، بنابراین خب نیروهای نزدیک به بالاترین حلقه های قدرت کمتر میشن مدام و خب این اون رو هرچی بیشتر شکست پذیر میکنه. این راه در واقع پیش، یعنی تداوم روش موجود ره. و راه پس هم در موقعیتی هست به نظر من که اگر دست به عقب نشینی بزنه، حجم مطالبات و پتانسیل اعتراضی در حدی هستش که سریع این جای عقب نشینی رو پر میکنه و اون رو مجبور میکنه به عقب نشینی های بیشتر و بیشتر و روند فروپاشیش رو هرچی نزدیکتر میکنه. بنابراین من فکر میکنم که راه گریزی نداره که تداوم طولانی مدتی داشته باشه و خب میبینیم دیگه در ارتباط با حالا حداقل بودجه‌ای که تدوین کردن و حالا ارائه دادن
میبینیم که اصلا هیچ گونه برنامه ریزی در رابطه با اینکه آینده‌ای رو در نظر بگیرن درش نیست. بودجه عمرانی عملا وجود نداره، فقط سعی میکنن که از امروز به فردای خودشون رو گذرانی داشته باشن و وضعیت اینطوری تداوم پیدا میکنه، ولی تا کی تداوم میکنه باید دید. دیگه بستگی داره به مجموعه شرایط به خصوص داخل کشور. من فکر میکنم که به پایان خط نزدیک میشه، ولی هنوز این خط پایان آیا چند هفته دیگه هست، چند ماه دیگه هست، یک دو سال دیگه هست، چند سال دیگه هست، هنوز به نظر من نمیشه با قطعیت گفت. به عوامل مختلفی بستگی داره، ولی که گریزی رو در این رابطه نداره و ناگزیر باید میرویم به طرف پایان یافتن جمهوری اسلامی. آقای ساقی عزیز فرمودن که اگر جنبش‌های رهایی بخش همانند دهه 70 میلادی متشکل شوند، کارگران کشورهای سرمایه‌داری و مستعمره و غیره منسجم شوند، نظام سرمایه‌داری و همپیمانانش نخواهند توانست قلدر بازی در بیاورند. خب فکر می‌کنم که سوالی توش نبود. به هر حال الان من یه صحبت کوتاهی در این رابطه می‌کنم. خب شرایط الان با شرایط دهه 70 یکی نیست. ما جنبش‌های رهایی بخش رو به اون صورت خب نداریم، شاید با اون سیستم حداقل آخرین کشورهای در واقع هنوز شکل نیافته شاید فلسطین باشه و صحرای غربی باشه و کشمیر باشه و کشورهای خیلی محدودی هستن که خب در اون چارچوب میگنجن، ولی که حالا کارگران چه در کشورهای سرمایه‌داری چه در کشورهای دیگر طبیعیه که و کل حالا و کارگران مجموع زحمتکشان طبیعیه که خواستهاشون با خواستهای سرمایه‌داران که هستن خب هماهنگی نداره و خب اگر به حقوق خودشون مشخصا در رابطه با حقوق بشر که صحبت میکنیم، به حقوق اساسی اقتصاد اجتماعی فرهنگی خود اگر بپردازن و اونها رو طلب بکنن و در سطح گسترده طلب بکنن و در جهان امروزی که هرچی بیشتر به هم پیوند میخوره اونها رو طلب بکنن، خب ما زمانی کارگران شعار انترناسیونالیزم پرولتری رو داشتن، حالا در جهان امروز از گلوبالیزم صحبت میشه، از یک در واقع جوامع موجود همه به سمت یعنی جوامع چرم فرهنگی میرن، امتزاج ملت‌های مختلف هرچه بیشتر شکل میگیره. تو این روندی که هست اگه همین حقوق خودشون رو حالا ما شروع کردیم از حق هوا، آب، غذا، کار، مسکن، حق آموزش، حق بهداشت، از همین تأمین اجتماعی اینا رو اگر بخواهن طلب بکنن و یگانه طلب بکنن، ما جنبش 99% چند سال پیش در آمریکا دیدیم، وقتی که چنین اقدامی بشه اون 1% های مجبور به عقب نشینی میشن. ولی قطعا باید حتما در این رابطه کار معینی کرد و در این راستا حرکت کرد، ولی قطعا چارچوب حرکت با چارچوب چند ده سال پیش فرق میکنه. باید باز امکانات موجود به نظر من استفاده کرد برای رسیدن به این هدف که عده‌ای به صرف داشتن سرمایه دیگران رو استثمار نکنن. و خب ما متاسفانه با روندی هستیم که شکاف بین فقر و غنا داره هرچی بیشتر میشه. مجید عزیز فرمودن که عمده ترین وقتی که حقوق بشر مؤثر میافتد یا میتواند قدرت خود را نشان دهد چه زمانی میباشد؟ آیا تا به حال تأثیر تعیین کننده داشته؟ سوال خیلی خوبیه. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که حقوق بشر حرف اول رو بزنه در ارتباط با مسائل جهان. خب ما سازمان ملل اعلام میکنه که 3 تا رکن داره، 3 تا پایه داره. یکی از این پایه ها صلح و امنیته، یکی از این پایه ها توسعه است، یکی از این پایه ها حقوق بشره. خب البته ما مدافعان حقوق بشر میگوییم صلح و امنیت حق بشریه و توسعه حق بشریه و در این راستا تلاش میشه. یعنی خب درست سعی میشه که مثلا اعلامیه مربوط به صلح
تدوین بشه و ارائه بشه به عنوان یک حق بشری یا به حال حق توسعه که حالا در چارچوب اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 مطرح شده پیوند خیلی تنگاتنگ داره با مسئله حقوق بشر، ولی از اون طرف خب شاهد جهانی هستیم که هنوز ده ها سال پس از پایان جنگ مسئله صلح و امنیت در اون مسئله اول هست و خب شورای امنیتی هم که داریم به مسئله صلح و امنیت میپردازه و دستوراتی رو هم که در اون میبینیم خب میبینیم در رابطه با این کشور یا اون کشور هستش که صلح یا امنیت در اون به خطر افتاده، و در رابطه با ایران هم که خب میدونیم مسئله غنی‌سازی مورد توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. از در رابطه با سازمان ملل وقتی صحبت میکنیم اونقدری که خرج حافظان صلح در جهان میشه از نظر بودجه حالا سازمان ملل بگیم با اون مقداری که صرف کارمندان مربوط به ارگانهای حقوق بشر میشه قابل قیاس نیست، یعنی حدود 3% بودجه سازمان ملل صرف ارگانهای مربوط به حقوق بشر و کارمنداش میشه، و حالا از جمله گزارشگرانی که ازشون صحبت کردیم اینا به هیچ وجه کارمند نیستن، یعنی شغل خودشونو دارن به عنوان استاد دانشگاه یا برای شغلهای مختلفی که اینجا اونجا دارن و داوطلبانه قرار گذاشتن که 3 ماه از وقت خودشون رو در اختیار سازمان ملل بگذارن. حالا حد اکثر اینه که خرجای سفر و خرجای مربوط به حالا شاید هر کدوم بعضی از اونها کارمندانی داشته باشن تأمین میشه که خب اونم رقم خیلی زیادی نیست. این ما باید به اون جایی برسیم که این سومی و اولی تبدیل بشه. قطعا خب خیلی کار میبره این موقعی که باید اونقدر در جهان صلح و امنیت تأمین شده باشه آنچنان در واقع مسائل دیگران رو مسائل کل بشریت رو تمام کشورها مسئله خودشون بدونن که ما به یه جهان یگانه تری در این رابطه برسیم و توسعه آنچنان گسترش پیدا بکنه که دیگه فاصله های کشورهای توسعه یافته تا متوسط توسعه یافته تا کمتر توسعه یافته تا به شدت عقب مانده به اصطلاح هنوز میشه گفت به هیچ وجه توسعه نیافته یا خیلی کمتر توسعه یافته هرچه کمتر بشه، در اون صورت خب شاهد این خواهیم بودش که یک جهان همبسته ای داشته باشیم که تمام مردمش در یک پیوستگی حقوقشون رو هم مطالبه بکنن هم حقوقشون تامین بشه. ما هنوز با اون جهان فاصله زیادی داریم ولی امیدوارم که با تلاش همگانی از جمله تلاش عزیزانی که در اینجا هستن به اون نزدیک بشیم. معصومه خانم عزیز لطف کنید حالا امضا رو به من بدید یا با تورج عزیز بدید، امیدوارم تورج فرصتی داشته باشه تا این امضاها رو جمع بکنه. سوال شده آیا فکر میکنید در مذاکرات مذاکرات برجام مورد نظر هست حقوق بشر را بگنجانند و به توافق برسند؟ خب میشه گفت بستگی داره، ما به هر حال در یک روندی هستیم که در مذاکرات برجامی با یک خواستهای حد اکثری میشه گفت حداقل جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه و خواهان تضمین هست، خواهان همه جانبه بودن مذاکرات هست، خواهان دیرپایی اون هست. خب که طبیعیه که وقتی که این مسئله باشه و خواهان رفع همه تحریم ها هست اگه بخواد همچین مسئله باشه خب اولا صرفا به حکومت فعلی حالا در این رابطه آمریکا باید صحبت کنیم دیگه، یعنی اینجا دیگه اروپا و روسیه و چین موقعیت میانه دارن، حداقل اینه که با تمام نیرو یعنی حداقل 2 حزب اصلی آمریکا باید به توافق این چنینی رسید و خب طبیعیه که مسائل حقوق بشر در اون رابطه طرح میشه، و یا اینکه خب یک برجام یک توافق خیلی کوچک انجام بشه برجامکی در واقع وجود داشته باشه که در اون صورت با یک عمر 1 ساله یک مقدار از این غنی‌سازی خودشون رو بتونن به یه معنی بفروشن در مقابل حالا یه مقدار دلار آزاد شده. این طیفی هستش که میتونه وجود داشته باشه در حداقل میشه گفت که البته خب ما که میدونید بر مبنای همین صحبتی که کردیم همواره
مسئله طرح حقوق بشر رو در این مذاکرات از قبل از برجام و اصلا از همون ابتدا که طرح شد مسئله غنی‌سازی اورانیوم در کشور، یعنی میشه گفت نزدیک 20 سال پیش، اون موقع که هنوز این بحث ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جریان داشت، خب اونجا در مقابل سازمان ملل در وین که مقر این آژانس در اونجا هست حضور میافتیم و میگفتیم حقوق بشر رو در رأس امور قرار بدید. این همین بس که الان داریم میکنیم که البته خب یه خواسته، هنوز حقوق بشر در رأس امور نیست، ولی این رو مطرح میکردیم برای اینکه معتقد بودیم و هستیم که در یک کشوری که حقوق بشر رعایت بشه، حالا موضوع مربوط به 20 سال پیشه، میتونست در این 20 سال مثلا جامعه اگر که یک تغییر اساسی درش روی میداد، مثلا در جهت متعارف شدن در دنیای امروز حرکت کنه، ولی مثلا در هلند، برزیل، آرژانتین این الان غنی‌سازی صورت میگیره و کسی نگران اون نیست، یا پاکستان الان حتی بمب اتمی هم داره، حالا نگرانی‌های در مورد پاکستان هست نسبت به کشورهایی که هست، ولی باز نگرانی وجود نداره، جامعه بین‌المللی خیلی نگران اون نیستش که تصمیم اقدام ماجراجویانه بزنه، ولی که در یک کشوری که خب خیلی نقض حقوق بشر فاحش هست، خب این خطر وجود داره، بنابراین اطمینان رو نمیشه داشتش که این کشور، یعنی جهان نمیتونه داشته باشه که این کشور بمب اتمی داشته باشه. در رابطه با جمهوری اسلامی چنین خواستی رو عملا مطرح میکردیم تا اینکه حالا بعدن در آژانس بوده کشید به شورای امنیت. حالا شورای امنیت شما کافیه که صحبت‌های متکی وزیر خارجه وقت رو بشنوید که تا چه حد در واقع چقدر پرخاشگرانه است در شورای امنیت مجموعه صحبت‌هایی که داره، و خب بعدش به برجام انجامید. در برجام که 6 سال پیش بود، ما اونجا تحسن داشتیم با همین خواست و اونجا عکس زندانیان سیاسی رو داشتیم و خواهان آزادی اونها بودیم، حداقل میشه گفتش که حالا هرچند که گفتن به برجام مربوط نیست، به موازات اون شاهد این بودیم که سعی کردن که حداقل گروگان ها رو آزاد کنن. سوال شده آیا در هنگام جنگ سرد کشور سوسیالیستی از حقوق بشر برای محکوم کردن ستمی در یک کشور سرمایه‌داری استفاده کردند، یا حقوق بشر صرفاً اهرمی برای سرمایه‌داری کشورهای پیشرفته علیه کشورهای عقب مانده است؟ رو تا کنون که نمود حقوق بشر همین بوده است. خب به هر حال در زمان اعلامیه جهانی حقوق بشر رو خب تمام کشورها درش مشارکت عملا داشتن، البته خب درسته که کشورهای سوسیالیستی وقت اون موقع رأی ممتنع دادن، ولی در این حال در ادامه خب این کشورها از در مجمع عمومی در اون موقع کمیسیون حقوق بشر، چون اون موقع که شورای حقوق بشر نبود، حضور میافتن و خب اعلام موضع میکردن در رابطه با مسائل، و همونجور که صحبت کردیم در اثر تلاش کشورهای سوسیالیستی بود که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی تدوین شد، یعنی خب در خود اعلامیه جهانی حقوق بشر هم با تأثیر در واقع این کشورها از به طور جدی وجود داشت در مورد میشه گفت ماده های 22 به بعد، بنابراین اینطوری نیستش که به هیچ وجه تأثیر نداشتن، کاملا تأثیر داشتن. خب ولی که خب ما تو اون زمان حقوق بشر نسبت به تو این مجموعه سگانه‌ای که گفتیم، حالا شاید اخیراً بشه گفتش که از این سه تا مسئله هم عرض یاد میکنن، ولی که در اون تا زمانی که شورای حقوق بشر تشکیل نشده بود، زیر مجموعه توسعه به حساب می اومد، یعنی به هیچ وجه به عنوان یک رکن در نظر گرفته نمی شد، یعنی در جهان اون روز در نظر گرفته نمی شد، بنابراین میشه گفت هم در حد امکاناتی که اون موقع داشتن روی مسئله به خصوص این حقوق
تاکید میکردن. امروز هم واقعیت اینه که در شورای حقوق بشر شاهد هستیم که مثلا کوبا به رغم اینکه خب در رابطه با مسائل حقوق مدنی سیاسیش خب مسائلی مطرح هست و خب از جمله ما همیشه بهشون انتقاد میکنیم در رابطه با اینکه قطعنامه‌های مربوط به نقض حقوق بشر رو در ایران رو در واقع رأی منفی بهش میدن و خب صحبت میکنیم که تلاشایی که اونا میکنن در رابطه با اتحادیه کارگری و غیر و غیره جمهوری اسلامی خب فعالان کارگری رو تحت فشار قرار میده، ولی که در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مثلا کوبا کلی فعال هست و در نظام شورای حقوق بشر خیلی هم میشه گفتش که اعتبار داره، یعنی اینطوری نیستش که کشورهای سوسیالیستی نقش ندارن، کشورهای سوسیالیستی نقش داشتن و دارن، ولی خب هر کدوم فراخور امکانات خودشون در بعضی حوزه ها خب تاثیرگذار هم هستن دیگه، یعنی وقتی که میبینیم که در چه مجمع عمومی حالا همین اعلامیه‌ای که چند روز دیگه منتشر میشه بسیاری از اینا رو پیشنویساشو مثلا کوبا تهیه کرده و حالا اگر چین و روسیه مثلا خیلی فاصله گرفتن از موضع قبلی مثلا حالا نزدیک به سوسیالیسم، ولی کوبا هست یا کشورهای دیگه هستن که مثلا فرسمان اکوادور خیلی موقع ها بولیویه مقدار اینا کشورهای هستن که گاهی اوقات پیشنویسایی رو تدوین میکنن که خب سازمان ملل بهش رأی میده، بنابراین در رابطه با این گونه حقوق تاثیرگذار بوده و هست. خب زمان از یک ساعت گذشت، من کوتاه‌تر با اجازتون پاسخ میدم و بعد دیگه بقیه صحبت‌ها رو به هفته بعد با میگذاریم. مجید عزیز سوال کردن که ارزیابی من از اعلامیه حقوق بشر چیه؟ آیا همین است که بودنش از نبودنش بهتر است و یا نقش موثرتری رو از این اعلامیه میدونه؟ این اعلامیه با اینکه خب میشه گفتش که ده ها سال ازش میگذره هنوز تازگی و تراوت داره و هنوز کلی کار هست تا اینکه اون بتونه اجرایی بشه. حالا شاید امروز اگه تدوین میشد یه نکات خاصی بهش بیشتر اضافه میشد و یه مقدار در واقع نثرش تغییر میکرد، ولی که به نظر من نقش بسیار موثری داره در جهان امروز. اینکه تمام کشورهای جهان امروز در روند مثلا بررسی ادواری جهانی شرکت میکنن، حالا افغانستان چه موضعی خواهد داشت، ولی حداقل اینه که تا تو این سه دوره که این روند بوده بررسی ادواری جهانی همه کشورهای جهان حضور پیدا کردن، یعنی نشون میده که تا چه حد اهمیت جهانی و در واقع اعتبار پیدا کرده که همه به اون استناد میکنن و بر اون مبنا پذیرفتن که در واقع راه مشترکی رو داشته باشن پیش ببرن. و قطعا از این نظر من خب خیلی نقش مؤثر برای این اعلامیه قائل هستم و مجموعه ضعف‌هایی که یا نقص‌هایی که نسبت به شرایط موجود جهانی داره اصلا قابل قیاس نیستش با اون امکاناتی که عملا ایجاد میکنه اگر مردم واقعا به این مردم جهان همه آشنا بشن به حقوق خودشون و اون حقوق رو طلب بکنن و مجبور بکنن حکومت ها رو که تن بدن به حقوق تدوین شده در این اعلامی. سوال شده به عنوان مثال هنگامی که در افغانستان حکومت عوض می شد سازمان ملل می توانست پیش شرط به رسمیت شناختن رژیم جدید را پیاده کردن همین اعلامیه اعلام کند و به زبان دیگر همان جایی که سازمان ملل می تواند قاطعانه این اعلامیه را تثبیت کند ساکت است. نظر من چی؟ الان که خب کشورهای جهان که افغانستان رو به رسمیت نشناختن، یعنی اما میشه گفت که این پیش شرط عملا وجود داره. حالا باید ببینیم که حالا این گزارشگر ویژه چگونه تشکیل میشه، چگونه برخورد میکنم. اون چیزی که هست اینه که خب مردم ایران، مردم افغانستان نباید صدمه ببینن از اینکه طالبان بر این حکومت هستن، دقیقا حقوق بشر دوستانه شون، حالا حقوق بشر جای خود حقوق بشر دوستانه شون تأمین بشه. حالا راجع به این شاید یه مورد تفاوت های حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر صحبت بکنیم، ولی به هر حال حداقل این رو
دارن کوشش میکنن حالا به کجا برسن جای خود، ولی اصلا هنوز رسمیت شناختنش مطرح نیست. حالا بعضی کشورها هستن که خب اونا همونا که هستن که طالبان رو سر کار آوردن. خب مانی عزیز فرمودن که دفاع از خود معترضان و در مقابل خشونت و سرکوب های جمهوری اسلامی جزء حقوق معترضان نیست و جزء حقوق بشر نیست، آیا اصول خشونت حکومتی ساختاری است یا اخلاقی؟ دفاع از خود خب طبیعه که یک حق بشریه، یعنی کسی نباید کسی اجازه بده که به او حمله کنن و او رو برای صدمه ببینن و از بین ببرن. فقط دفاع از خود باید واقعا دفاع باشه. گاهی اوقات هستش که این برداشت وجود داره که چه میدونم به عنوان دفاع پیشگیرانه مثلا بعضی از حکومت ها جنگ میکنن با نام دفاع، اون مسلمه که دفاع نیست. ولی اگر کسی به حریم مثلا کسی تجاوز بکنه، خب طبیعیه که باید جلوی این تجاوز رو گرفت و میتونه شدیدترین اشکال مقاومت رو هم داشته باشه. ولی این تصور وجود داشته باشه که علاوه بر این مقاومت باید حرکت کرد و خب اون نیروی که در صورتی که اون عقب نشینی کرد حتما ضرب شستی به اون نشون داد، خب این به این صورت غلطه و میتونه یک دور باطلی رو عملا به وجود بیاره. راجع به این خب میشه مفصل صحبت کرد، ولی به طور کلی طبیعیه که دفاع از خود مشروع هست. من همونجور که خود شما فرمودید کوتاه سعی میکنم پاسخ بدم که از وقت گذشتیم امروز. سوال شده به نظر من اعلامیه حقوق بشر میتونه زمینه اتحاد اپوزیسیون باشه؟ به نظر من قطعا، یعنی اعلامیه حقوق بشر در واقع عامترین حقوق مردم رو بیان میکنه و اپوزیسیون هم چیزی نمیخواد جز این که خب دموکراسی و حقوق بشر در جامعه تامین بشه. من فکر میکنم که در این مرحله بیشترین در واقع عبارت مشترک، حرف مشترک، خواست مشترک این دو موضوع هست، دموکراسی و حقوق بشر. و طبعا بر این مبنا میشه این اتحاد اپوزیسیون تامین بشه. حقوق بشر وضعیت باز بهتری داره نسبت بالا به دموکراسی که میگیم، چون دموکراسی خب هرچند که معدود کشورهایی در جهان هستن که خود رو دموکرات نمیدونن و این تعداد این کشورهای کمتر میشه، مثلا برونی، واتیکان، نمیدونم اینجور کشورها، عربستان سعودی، ولیکن اینهایی که خودشون رو دموکرات میدونن ممکنه که یک برداشت مشترکی نداشته باشن از دموکراسی و بسته به اینکه به چه مکتبی تعلق داشته باشن این مورد متفاوت باشه. ولی در مورد حقوق بشر اینجوری نیست. حقوق بشر خب هم این اعلامیه رو داریم، میثاق‌ها رو داریم، کنوانسیون‌ها رو داریم، همه اسنادش رو اگه طرح بکنیم و مجموعه تلاش‌هایی که شده، شاید اگه به صورت کتاب تهیه بشه فرسنگ‌ها باید روی همدیگه چیده بشه این مجموعه اسناد و خب راجبش میتونه توافق راحت به وجود بیاد، برای اینکه میشه استناد کرد که چه چیزی حقوق بشری هست چه چیزی نیست. بنابراین من کاملا نسبت به این موضوع معتقدم که میتواند عامل اتحاد اپوزیسیون باشه و من به سهم خودم در این راسته تلاش میکنم. فرخ عزیز فرمودن که متاسفانه در افکار عمومی به غلط اینجور جلوه داده میشود که در بعد از سرنگونی حکومت اسلامی و اعلام عفو عمومی دیگر لزومی به پیگیری و دنبال کردن جنایتکاران حکومت و جنایات رژیم نمیباشد و این راه باز به غلط رفتار نلسون ماندلا و آفریقای جنوبی را مثال میزنند و در این در حالی است که همین چند روز قبل دولت کانادا یکی از دنبال سابق در رژیم شاهنشاهی را از کانادا اخراج کرد. آیا میشود به صرف آشتی ملی و عفو عمومی این جنایات و این جنایتکاران را در هر دو رژیم شاه و شیخ به فراموشی سپرد؟ ببینید، ما مدافعان حقوق بشر یک روندی رو داریم، روند عدالت انتقالی. وقتی از روند عدالت انتقالی صحبت میکنیم در راستای اون تلاش میکنیم، یعنی همین موضوع دادخواهی که میخوایم اینه که در وهله اول حقیقت روشن بشه، یعنی کمیسیون های حقیقت یاب ایجاد بشه که حالا اولین عناصرش رو میبینیم مثلا در دادگاه نوری. دوم این که عدالت برگزار بشه، یعنی افرادی که ناقض حقوق بشر شدن به عدالت سپرده بشن، به دادگاه سپرده بشن. طبیعیه که حکمی که در مورد اونها داده میشه باید احکام انسانی باشه، یعنی مثلا ما که مدافعان حقوق بشر که
مدافع حق زندگی هستیم معتقد هستیم که هیچ کس نباید اعدام بشه. بنابراین کسی که فاحش‌ترین نقض حقوق بشر هم مرتکب شده باشه به عدالت باید سپرده بشه، باید سنگین‌ترین مجازات ها رو داشته باشه، ولی سنگین‌ترین مجازات نباید اعدام باشه. بنابراین به عدالت سپردگی مرحله دومیشه. مرحله سوم جبران خسارت، نمیشه که افرادی لطمه دیده باشن از نقض حقوق بشر و به شکل این موضوع جبران نشه. حالا این جبران به چه شکل باشه، از عذرخواهی شروع میشه تا اینکه در واقع مسئله ماده چه کمک های مالی لازمی که از اون دولت اون حکومت بکنه یا برای اشکالش باید مشخص بشه توسط جامعه و حالا دادگاه های مختلف و تضمین عدم تکرار، یعنی اینکه باید تضمین بشه که این تکرار نشه. اینکه در این مرحله در اون مراحل گذار حالا چه مسائل دیگه ای مطرح میشه، حالا در مورد آفریقای جنوبی خب مثلا نلسون ماندلا ترجیح داد که فراموش نکنه و ببخشه، ولی ما مدافعان حقوق بشر طرفدار بخشش در این رابطه نیستیم، طرفدار به عدالت سپردن انسانی هستیم. حالا اگر توی شرایط خاصی به حال حکومت ببینه که در صورت که این بخشش صورت نگیره شرایط خیلی بدتر میشه، خب اون دیگه وضعیت خاص دیگه باید اون رو اونجا بررسی کرد. این لزوما نباید بگیم که نلسون ماندلا اشتباه کرد. ما مدافعان حقوق بشر در راستایی که گفتم در راستای سپردن به عدالت حرکت میکنیم. حالا ممکنه که کسانی که صلح سازن یا صلح بان هستن و به هر حال سعی میکنن که حالا امنیت و صلح برقرار بشه و حالا شاید مایل باشن که یک مقدار چشم پوشی بکنن بر مورد بعضی از موارد نقض حقوق بشر، دیگه اون موقع باید ببینیم این جدال به کجا می انجام. ولی به هر حال ما مدافعان حقوق بشر کار خودمون رو میکنیم. من بار دیگه تشکر میکنم، خوشحالم که در امروز هفتم در خدمت شما بودم. سوالات بسیار خوبی بود و من به اندازه توان خودم سعی کردم که پاسخ بدم. این بار از زمان هم که گذشت خوشوقتم، چون سوالات بسیار خوب بود. حالا قطعا هفته های آینده بتونیم این بحث ها رو پی بگیریم. حتما در خلال صحبت های من ابهامات بسیاری وجود داره که تو هفته های آینده امیدوارم بتونیم به کمک هم دیگه رفع کنیم. باز هم تشکر میکنم از همه شما عزیزان.